سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به دوره آموزشی تحلیل داده فروش با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون خوش اومدید. بنده هادی احمدی هستم. هدف ما در این دوره اینه که شما ضمن آشنایی با امکانات زبان برنامه‌نویسی پایتون این رو یاد بگیرید چجوری از این امکانات استفاده کنید برای اینکه داده هاتون رو تحلیل کنید. این داده ها میتونه هر نوع داده‌ای باشه، داده های مرتبط با کسب و کار شما، داده هایی که مربوط به خودتون هست یا داده هایی که مربوط به پروژه‌ای است که در دانشگاه یا صنعت یا هر جای دیگه رو انجام میدید. در واقع اینجا نوع داده میتونه مستقل از هر نوع داده‌ای باشه و چالشی که بچه‌ها باش درگیر هستن اینکه چجوری از این چیزایی که آموختن حالا بیان در محیط کار یا در محیط دنیای واقعی استفاده کنن و داده ها رو تحلیل کنن و بتونن با استفاده از امکانات و ابزارهایی که بلد هستند اون ارزشی رو که باید برای اون بیزینس، کسب و کار یا هر چیز دیگه خلق کنن و اون اینسایت یا بینشی که باید رو به دست بیارن. در واقع هدف ما اینه که شما این ساختار ذهنی و این ذهنیت رو در شما ایجاد کنید که ذهنیت تحلیلگری داشته باشید نسبت به داده هایی که دارید و ابزاری که باهاش در ارتباط هستید. و اینجا این دوره میتونه کمک کنه به شما که این ساختار ذهنی در شما شکل بگیره و این مهارت و قابلیت در شما ایجاد بشه که با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون این تحلیل رو انجام بدید. زبان برنامه‌نویسی پایتون هم زبان فوق‌العاده‌ای هستش برای این کار به خاطر چند ویژگی که داره. یکی از مهمتریناش اینه که زبان خیلی ساده‌ای هستش و خوانایی بالایی داره. به عنوان مثال شما اگر توی یه لاین خط کد با زبان برنامه‌نویسی پایتون میتونید چندین تابع متد رو استفاده کنید که اگه قرار همین کار رو توی زبان برنامه‌نویسی دیگه انجام بدید نیاز به چند برابر انرژی داره و نیاز هست که کدای بیشتری بنویسید، ولی در زبان برنامه‌نویسی پایتون شما میتونید این کار رو خیلی ساده انجام بدید و اگر یه خورده درگیر این فضا بشید به مرور شما بعد از مدتی در واقع این قابلیت حل مسئله پرابلم سولور بودن در شما تقویت میشه و میتونید کلی مسائل مختلف رو با زبان برنامه‌نویسی پایتون حل کنید و به چالش‌هایتون غلبه کنید و این یک حس خوبی، یک رضایت درونی برای شما ایجاد می‌کنه، تمرکز شما رو بالا می‌بره، دقت شما رو بالا می‌بره و از بعد روانی هم خیلی تاثیرگذار هستش. چون موقعی شما با یک زبان برنامه‌نویسی دارید کار می‌کنید، یک تفکر منطقی رو در واقع آموزش دارید می‌بینید و این تفکر منطقی میتونه روی بقیه ابعاد زندگی شما هم تأثیر بذاره که سیستماتیک تر فکر کنید، تصمیمات منطقی تری بگیرید و خیلی میتونه روی بقیه ابعاد زندگیتون هم تأثیر بذاره. من خودم اینو دیدم و تجربهش کردم. ولی در کل هدف ما این که در واقع سعی میکنیم که از یک دوره مقدماتی شروع کنیم و کم کم مباحث پیشرفته تری رو بهش بپردازیم و مباحث که چجوری شما داده هایی رو که دارید تحلیل میکنید رو بعد از اینکه به صورت عمیق تحلیل کردید و یا اون اینسایت یا بینش از داده هاتون به دست آورید رو حالا بتونید رو پرزنت کنید. این پرزنت میتونه در قالب یک ریپورت باشه، میتونه در قالب مقاله باشه که بخواید چاپش کنید یا هر چیز دیگه به شکل نمودار و چجوری نمودارها رو ارائه کنید حالا. و یک مسئله دیگه این هستش که شما ممکنه که با داده‌های مختلفی در دوره‌ای که گذروندید سرکله زده باشید. اینجا هدف ما اینه که شما بتونید از این داده‌های کسب و کار که در محیط هستش هم استفاده کنید و اونا رو بتونید تحلیل کنید و این ابزار خیلی ابزار پرقدرتی هستش و انعطاف‌پذیری بالایی داره، حتی برای اتومات کردن یا اتوماسیون کردن ریپورت هایی که در سازمان ها داره ایجاد میشه. شما میتونید ریپورت هایی که شاید نیاز به ساعت ها زمان داشته باشن رو با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون، در واقع با قابلیت های اسکریپت نویسی زبان برنامه‌نویسی پایتون، این راه حل رو ایجاد کنید که با یک کلیک شما اون خروجی که میخواید رو دریافت کنید بدون اینکه ساعت ها براش وقت بذارید، چون شما میتونید از منابع مختلفی داده ها رو جمع کنید همه رو یه جا و بیاید براش یه دونه برنامه بنویسید که اون خروجی که میخواید رو قرار بده. مثلا ممکنه با 10 تا فایل اکسل دارین کار میکنید یا از بانک اطلاعاتی دارین یه جایی میگیرید، همه اینا رو بیارید یه جا و با پایتون کاری کنید که تمام این منابع مختلف حذف بشه. کار کردن تو اکسل با کلیک های مختلفی که اونجا انجام میدید، داده ها رو بخواید با هم دیگه مرج کنید یا هر کاری دیگه که تو اکسل میتونه انجام بدید رو همه رو بیارید تو پایتون و پشت سر هم کد رو بنویسید و در نهایت با یک کلیک کردن اون خروجی رو به شما بده. دقیق قابلیت زیادی داره و شما اگه توی فضا باشید کم کم این امکان رو پیدا میکنید که بتونید کارهای بیشتری رو باش انجام بدید. خب حالا
قبل از اینکه وارد محیط برنامه خودمون بشیم، من باید یه توضیح بدم در ارتباط با ابزارهایی که می‌خوایم ازش استفاده کنیم برای اینکه تحلیل رو انجام بدیم. برای شروع ما یه نرم افزاری باش کار می‌کنیم، پکیج آناکوندا هستش که اگه توی گوگل سرچ کنید وارد سایت آناکوندا میشید. اینجا گزینه فری دانلود اگه بزنید، این قسمت شما دانلود اگه بزنید، نسخه نصب نرم افزار بر شما میاد مثل بقیه نرم افزارها. نحوه نصبش هم خیلی ساده هستش، همه گزینه ها رو نکس میزنید میرید جلو. و این آناکوندا در واقع یک پکیج هست. شما اگر از پایتون بخواید استفاده کنید، باید بیایید برای هر قسمت کتابخونه‌های مختلفش رو نصب کنید. ولی اینجا تمام اون امکاناتی که شما لازم دارید برای تحلیل داده و محیط‌های مختلف که البته ما با محیط جوپیتر نوتبوکش کار می‌کنیم، همه چیز جمع شده و نیازی نیستش موقعی که در واقع می‌خواید با این ابزار کار کنید، بیایید تک تک این کتابخونه‌ها رو نصب کنید. محیط خیلی یوزر فرندلی هستش و از نظر بصری خیلی خوبه. حالا بعد از اینکه این نرم افزار رو دانلود کردین و نصبش کردین، من چون قبلا این کار کردم این کار دیگه نمی کنم و کلا فرایند نصبش هم آسون هست. میاد اینجا آناکوندا رو سرچ میکنید. آناکوندا نرم افزار به این شکل باز میشه. خب این قسمت نو ریمایندر لیتر رو میزنیم. اینجا ابزارهای مختلفی در داخلش هستش که ما با چیزی که کار میکنیم جوپیتر نوتبوک. خب روی این کلیک میکنیم، لانچش میکنیم برای اینکه اجرا بشه. خب همونطور که مشاهده میکنید الان اون جوپیتر نوتبوک اومده بالا و اینجا حالا ما میخوایم که ازش استفاده کنیم. ولی برای اینکه استفاده کنیم ازش، در واقع من چند تا اول یه سری فایل آماده دارم که اونو بهتون میگم. حالا این محیط نوتبوک ما هستش. ما برای اینکه برنامه رو شروع بکنیم میتونیم یه فایل جدید باز کنیم. اینجا گزینه نیو و پایتون 3 رو باز میکنیم. خب همینطور که مشاهده میکنید این محیطی هستش که ما قرار باش کار میکنیم. این محیط یک محیط خیلی ساده هستش. شیفت اینتر رو که بزنیم اینجا سلول های مختلفی ایجاد میشه. این سلول های مختلف برای اینکه باش کار کنیم داخلش کد مینویسیم و کوئری هامون رو در داخل این محیط ها قرار میدیم. اینجا میتونیم اسمش رو عوض کنیم. همینطور میتونیم یه دونه سلول جدید به این شکل هم میتونیم اضافه کنیم. اینجا میتونیم یه گزینه دیگه که میتونیم سلول جدید اضافه کنیم شیفت اینتر هستش، یا میتونیم یکی از سلولایی که میخوایم رو حذفش کنیم با گزینه کات، یا اینکه میتونیم اینجا کدی که اینجا نوشتیم رو رانش کنیم، از گزینه ران استفاده میکنیم. حالا اینا رو با هم دیگه کار میکنیم. بعد اینجا میتونیم سلول ها، مثلا اگه بتونیم تو این سلول ها کدهای مختلفی باشه میتونیم همه رو با هم اینجا ران کنیم. یعنی گزینه ران آل بزنیم این کدهای ما یا برنامه‌ای که نوشتیم از این بالا ران میشه و همینطوری میاد پایین. و این سلول هایی که اینجا داریم به دو قسمت تقسیم میشن، یا به صورت کد هستش. اگه کد باشه در واقع داره میگه که این چیزی که اینجا نوشته کد پایتون هستش، بعد اون کد اجرا میشه و میاد سینتکس و چیزهای مختلفش رو بررسی میکنه ببینید که درست نوشید کد یا نه. یعنی قابلیتش از نوع کد خواهد بود. اما اگه مارکداون یا هدینگ باشه میتونیم از روی نوشته باشه، یه عنوان میتونه باشه یا هر چیز دیگه میتونه باشه. و بعضی وقتا برنامه‌مون هنگ میکنه، بخوایم اینترابتش کنیم، متوقفش کنیم، میتونیم از این گزینه استفاده کنیم. بخوایم اگه متوقفش کنیم اجراشو، میتونیم از قسمت اینترابت استفاده کنیم. یا اینکه اگه بخوایم از یه فایلی خارج بشیم گزینه کلوز اند هالت رو میذاریم که بعد از اینکه برنامه رو نوشتیم میخوام که سی پی یو پردازنده کامپیوتر ما از اون فایل اجرایی گرفته بشه. این گزینه کلوز اند هالت رو که میذاریم این اتفاق میفته. دیگه چیز خاصی نداره، محیط خیلی ساده هستش. و حالا میریم تو قسمت بعدی که میخوام منابع رو بهتون معرفی کنم و فایل های کدی که استفاده میکنه. خب تو مرحله قبل ما شما گفتیم که چجوری نرم افزار آناکوندا رو نصب کنید و وارد محیط کد نویسی بشید. حالا تو این قسمت میخوایم که یه سری منابعی که باش کار میکنیم رو به شما معرفی کنیم و اینکه چجوری اینا رو در واقع وارد محیطه کنیم و ازش استفاده کنیم. خب ما ابتدا یه ریسورس داریم مثل منابعی که ازش استفاده میکنیم. باید بگم که این پروژه که من در واقع اینجا میخوام بهتون ارائه کنم یه پروژه واقعی هستش و خودم به صورت یک 9 ماه و 10 ماه به صورت پارت تایم درگیر این پروژه بودم و ازش استفاده کردم. پس در واقع چالشی که ما باش سر کار داریم چالش یک دنیای واقعی هستش.
خب البته خب ما اینجا به خاطر اون محرمانگی اطلاعات اینا من یه سری در واقع عددا رو تغییر دادم، ولی خب در کل در روی کرد ما هیچ تغییری ایجاد نمیکنه، یعنی شما همون کد رو داریم استفاده میکنیم، فقط عددا و اینا تغییر پیدا کرده و یه سری چیزا اطلاعات هست شده و یه سری اطلاعات جایگزین شده. این فایل ریسورس که اینم در اختیار شما قرار میگیره، این فایل ما اینجا یه گزینه داریم سورس کد که این تو سورس کد این فایل جوپیتر نوتبوکی در داخل پروژه باش کار کردم نوشته شده که همه اینا رو در اختیار شما قرار میدم و ما با فایل شروع میکنیم، یعنی فایل اول دوم سوم رو باز میکنیم، کدا در داخلش نوشته شده و همه چی از قبل آماده هستش، برای اینکه ما اگر بخوایم کد رو خودمون بنویسیم زمان دوره خیلی افزایش پیدا میکنه و این دوره و این کدی که در این داخل نوشته شده کدی هستش که مثلا آزمون خطا شده توی مراحل مختلفی و بعد مثلا اومدم این قطعه کد رو انتخاب کردم اینجا گذاشتم، برای اینکه شما در نهایت یاد بگیر که چجوری این کار میتونیم انجام بدیم. و همینطور یه چیز کلا بهتون بگم، اینی که این دنیایی که شما از صفر بنویسید چیزی رو از اول شروع کنید به نوشتن و اینا، به نظر من کسی که این کار میکنه چیز زیادی از زبان برنامه‌نویسی نمیدونه، چون تمام چیزی که شما میخواید در اینترنت وجود داره و تنها چیزی که شما باید به دست بیارید مهارتی که مهم هستش که چجوری این کدهایی که در منابع مختلف وجود داره رو کاستماایز کنید، در واقع یعنی که شروع کنید تبدیلش کنید به راه حل برای خودتون و از اون طرف اینا رو اینتگریت کنید با هم دیگه، یعنی این دو تا هنر رو باید داشته باشید، کاستماایزیشن و اینتگریشن، چون شما با یه سری از در واقع اینجا توابعی کار میکنید که اگه خودتون بخواید اینا بنویسید شاید نیاز به یک ماه دو ماه چند ماه زمان داشته باشید و شاید اصلا نتونید بنویسید. اصلا چالش ما این نیست که چجوری اون فانکشنه یا اون متد رو ایجاد کنیم، چیزی که شما باید یاد بگیرید که چجوری از این سولوشن های آماده‌ای که هست استفاده کنید، اونا رو تبدیل کنید به راه حل خودتون و از اون طرف بتونید اینا رو اینتگریت کنید با هم دیگه، تجمیعش کنید و این یه ذره نیاز به تجربه داره. بعد از مدتی ما با چند تا فایل اینجا داریم که این فایل دیتای ما هستن، دیتایی که روش کار میکنیم، چون این دیتا در داخل اکسل ذخیره شده، دیتای ما این دیتا رو ما از ورودی رو از اکسل میگیریم و یه خورده چالشی هم هستش به خاطر اینکه شما خیلی از کسب و کارا داداتون لزوما در یک کتابخونه بانک اطلاعاتی نیستش، در اکسل هم چالشش بیشتر هستش، یعنی شما اینجا اگه چالشش رو بتونید برطرف کنید اون قسمتی که داده ها رو که از بانک اطلاعاتی دریافت میکنید خیلی راحت تر هستش، به دلیل اینکه اونجا داده ها به اصطلاح شسته رفته تر هست و شما خیلی راحت میتونید باش کار کنید، ولی توی این داده که ما داریم باش کار میکنیم اینجا نیست. اصلا کار کردن با همین داده ها خودش یه چالش هستش که اگه شما اینجا یاد بگیرید با این چالش چجوری غلبه کنید تو محیط های دیگه خیلی راحت تر اونا، خب چون هیچ دو تا محیطی تو کسب و کار پروژه لزوما شبیه هم نیستش، فقط اون چالش که شما باش در واقع درگیر هستید و حلش میکنید اگه یه ذره پیچیده تر باشه چالش آسون تر هم لزوما میشه حلش کرد و خیلی مهارتاتون تقویت میشه. ما اولین دیتایی که باش کار میکنیم یه دیتایی به این شکل هستش که بعد اینو توی محیط پایتون میخونیم، یه فایلی هستش به صورت اکسل که چند تا ستون داره، order id channel send type send date discount payment date month و date year price و date due price و form. حالا در طول دوره که با اینو کار میکنیم این قسمت رو بیشتر باش آشنا میشید، ولی فکر کنید که شما این مربوط به داده‌های مربوط به سری سفارشات ما هستش که این اوردرایی شماره سفارش هستش، یعنی هر مشتری اومده یه بار خرید کرده یه شماره سفارش در سیستم ثبت کرده، سفارش دوم سوم چهارم و به همین ترتیب میره پایین، این سفارش پنجم هستش به عنوان مثال که اومده از چنل شماره یک. حالا چنل‌های ما اینجا کدگذاری شده، میتونه چنل‌ها مثلا از طریق واتساپ باشه، از طریق اینستاگرام باشه، از طریق سایت باشه یا چنل فیزیکی ما باشه، که هر کدوم از اینا یه شماره داره از شماره یک تا مثلا چهار یا پنج. در واقع نوع ارسال ما هستش که به صورت پست هستش یا روش های دیگه ارسال هستش، تاریخ ارسال هستش، تخفیفی که به این سفارش داده شده، متد پرداخت اون سفارش هستش، ماه هستش، ماهی که در واقع اون سفارش انجام شده، به عنوان مثال اینا ماه هفتم هستش. حالا این ماه هفتم توی کاری که در واقع توی گزارش ما میشه ماه مهر،
خب به صورت شمسی ماه مهر و تاریخش هستش، پرایسش یعنی قیمتی که به ازای هر اوردر اون مشتری پرداخت کرده رو اینجا داریم، روزش و این پرایسه یه پرایس دیگه هستش که حالا کار نداریم بکنم موقعی که مالیات ازش کم شده و یه همچین چیزایی، ولی مهم نیستش. و این فونه در واقع اون شماره مشتری هستش که حالا اینجا تغییر کرده، این شماره مشتری هستش که در واقع یه کلید یونیک هستش اینجا توی این و هر مشتری کلید اصلی ما هستش. یه کلید داریم اینجا اوردر آی دی، این کلید کاندید در واقع بهش میگن، یعنی کلید خارجی که این ارتباط برقرار میکنه بین این جدول و جدول دیگه، چون این اوردر آی دی توی جدول دیگه هم تکرار شده. حالا توی فایل اکسل دیگه اطلاعات دیگه از همین جنس هستش که حالا جلوتر که میریم با تک تک اینا آشنا میشیم که اینا ارتباطاتشون ببینیم چجوری هستش و چه فایلی هستش. ولی ما توی مرحله اول میخوایم که این دیتا رو از این فایل اکسل توتال 5 اطلاعاتش رو تحلیل کنیم. پس چیزی که خواهیم داشت کار کردن با این فایل هستش در قسمت اول. خب حالا ما این فایل اینجا میبندیم چون الان باش کاری نداریم، حالا میذاریم مینیمایز بمونه. میریم تو محیط برنامه خودمون جوپیتر نوتبوک، اینجا باید یه مورگر پیشورز شما اگر کروم نباشه مورگر دیگه ای باشه این تو محیط باز میشه، ولی من اگر نیست مورگرتون رو تغییر بدیم پیشورز به کروم. خب ما اینجا میخوایم که الان بیایم اون فایلای کد خودمون رو شروع کنیم به اجرا کردن. برای این کار این مهمه که بدونیم که فایل‌ها کجا هستش، مثلا تو دسکتاپ. اینجا یه سری موقع که این برنامه باز میشه یه سری فایل مختلف اینجا نشون میده، آدرس‌های مختلف که میتونه هر چی داخلش باشه، ولی این برنامه شما و فایل جوپیتر نوتبوک کجا هست مهمه که میتونید حالا در داخل یکی از این قسمت‌ها شاخه‌ها قرار بدید. حالا ما منابعی که داریم گفتیم اینجاست دیگه، اینو کپی میکنم میارم توی داکیومنت و اینجا قرار میدم پیست. حالا اگه برگردیم به محیط جوپیتر نوتبوک بریم داخل داکیومنت میبینیم که اون فایل ریسورس اومده اینجا، روی این کلیک میکنیم. اینجا دو تا قسمت داره، یکی همین سورس کد هستش که گفتم فایل های کد ما در داخلش هستش، یکی هم دیتا ها ما هستش. الان چون ما اینجا میخوایم برنامه رو شروع کنیم میریم توی سورس کد، اینجا اولین فایل برنامه خودمون رو کلیک میکنیم روش و با پسوند IPYNB هستش کلیک میکنیم روش و این برنامه شروع میکنه به باز شدن. این فایلی که کدای ما در داخلش هست، شما همین رو میتونید با بقیه شیر کنید. موقعی که برنامه رو نوشتید میتونید این فایل جوپیتر نوتبوک رو با بقیه شیر کنید و یه بار میتونید تولید کنید و جای دیگه ازش استفاده کنید یا توی سیستم های دیگه. خب الان برنامه‌مون شروع کرد به باز شدن. اینم هم همون محیطی هستش که قبلا به شما معرفی کردم و تمام اون امکاناتی که گفتم اینجا هستش. توی قسمت بعدی میریم وارد مرحله رسما شروع میکنیم تحلیل کردن دادمونو، یعنی فایلی که میخوایم تحلیل داده روش انجام بدیم و چیزایی که لازم هست رو در اونجا در واقع خدمتون عرض میکنم. خب رسیدیم به مرحله تحلیل که با فایلی که کدی که در اختیار شما قرار میدیم شروع کردیم. این فایل من قبلا گفتم که تمام کد ها اینجا نوشته شده و شما چیزی که باید یاد بگیرید اینه که چجوری از این کوئری ها، یعنی فهم این کوئری ها مهمه و یعنی اینکه اینا رو بنویسید اصلا نیازی نیستش که اینا رو حفظ کنید، شما میتونید همین رو کپی کنید توی فایل خودتون و بعد تغییر بدید اونا. خب اولین چیزی که ما اینجا داریم یک سلول هستش، از نوع چیه؟ هدینگ. الان دوباره اگه روش دبل کلیک بکنم مشاهده میکنید که این سلول به صورت هدینگ در میاد، یعنی این گزینه سومه. حالا اگه اینو مارک دانش کنیم و من اینو میذارم توی هدینگ و اینجا میتونید لیبلش هم مشخص کنید که دو باشه، سه باشه، چی باشه، اوکی میذارم. من برای اجرا از کلید میانبر استفاده میکنم، شما برای اینکه سلول ها رو اجرا کنید از ران میتونید استفاده کنید یا اینکه من خودم همیشه شیفت انتر رو میزنم و ازش استفاده میکنم. حالا اینجا شما میتونید در واقع این شارپ رو بردارید حالت مارکداون میگیره، یا اینکه میتونید این شارپ رو بذارید اینجا بیاید این رو
به جای یه چیز اضافه کنید. بعدش اینو از روی هدینگ قرار بدید. شیفت اینتر. در واقع عنوان سلول شما اینجا مشخص میشه. یا عنوان اصلا پروژه که روش کار میکنید. این سلول ها حالت مارکدان و هدینگ برای اینه، برای کامنت نویسیه. کامنت نویسی دو تا ویژگی داره. یکی این که باعث میشه که دیگران موقع که شما کد شما رو میخونن بدونن که چی هستش، در مورد چی دارید در واقع مینویسید و اینا. و از همه مهمتر برای خودتونه. شما ممکنه بعد مدت طولانی، مثلا چند ماه از این محیط دور بودید و حالا میخواید دوباره برگردید به اون برنامه. احتمالاً خیلی چیزا براتون مبهمه. ولی اگر اینجا کامنت بنویسید اینا کاملا مشخص. حالا کامنت نویسی هم میتونه چند نوع مدل باشه. میتونه توی این سلولم به عنوان مثال یه سلول دیگه اضافه کنم. اینجا یه شارپ میتونید بزنید و اینجا کامنت بذارید، بنویسید. حتی میتونید کامنت‌های فارسی هم بنویسید، هیچ مشکلی نداره. پس این نحوه استفاده از سلول. حالا قسمت بعدی اینجا میه این جنسش از نوع کد هستش. ببین توی سلول کد اون قابلیت اجرای دستور زبان برنامه‌نویسی پایتون رو خواهد داشت. توی این حالت ما اولین چیزی که لازم هست اینه که کتابخونه هایی که این ابزار هایی که میخوایم باش کار کنیم رو اینجا ایمپورت کنیم. لایبرری یا کتابخونه در اصطلاح به مجموعی از ابزارها هستش که در یک جایی به اسمی جمع شده که هر موقع که شروع اون فراخونی میکنید یک مجموعه از امکاناتی رو در اختیار شما قرار میده. مثلا کتابخونه، شما خیلی وارد کتابخونه میشید، کتابخونه ممکنه که اون کتابخونه یه قسمتی کتاب ریاضی توش باشه، مثلا یه قسمتی کتابهای ادبی یا کتابهای تاریخی. در واقع همه اینا ابزار هستش که در اختیار شما قرار میگیره. حالا میتونه مثلا قسمتی از کتابخونه که ابزارهای ریاضی در اختیار شما قرار میگیره بهش میگن ماژول ریاضی، یا یک ماژول بهش میگن. ماژول یک قسمتی از یک کتابخونه هستش. برای کتابخونه میتونه کتابخونه بزرگ باشه که ماژولهای مختلفی در اختیارش در داخلش باشه، مثلا کتابخونه مف که برای ریاضیات هستش، و این زیر کتابخونه یا ماژولهای متفاوتی داره که میشه ازش استفاده کرد. هر کدوم از این کتابخونه ها یک عالمه در واقع کد و طراحی و فلسفه پشتش هست که این کتابخونه به وجود اومدن و یک دنیایی از ابزارها در داخل این کتابخونه هستند. یکی از ویژگی های زبان های برنامه نویسی بهش میگن انکپسولیشن، زبان های برنامه نویسی شیگرا مثل پایتون هستش که چیکار میکنه؟ هدفش این هستش که اطلاعات اضافی به که لازم نیست شما بدونید بهش میگن پنهانسازی اطلاعات. یعنی میگه به هر کسی هر چقدر اطلاعات بده که لازم داره و شما در واقع اون پیچیدگی رو از ذهن شما پنهان میکنه. مثل محصول موس که اگر این صفحه برداری داخلش کلی مدار این رو چیز هستش، یه دونه کاور داره که اون پیچیدگی رو از ذهن مخاطب دور میکنه، فقط با یک کلیک میتونید ازش استفاده کنید. در واقع اینجا فلسفهش اینه که توی بحث این قسمت شیگرایی اینه که کتابخونه ها طوری طراحی بشه که شما درگیر پیچیدگی ها نشید و به همین خاطر به اینا میگن به اصطلاح کتابخونه. هر کتابخونه در داخلش متدهای مختلفی وجود داره و هر متدی هم شامل کتابخونه‌های متفاوتی هستش. خب این از اصطلاحاتی که می‌خوام استفاده کنم. خب ما ابتدا کتابخونه‌هایی که می‌خوایم رو ایمپورت می‌کنیم، کتابخونه‌هایی که باهاش لازمه کار بکنیم. مثل چند تا کتابخونه، دو تا کتابخونه خیلی مهم هستش که تو حوزه تحلیل داده ازش استفاده میشه با پایتون، کتابخونه نامپای و پنداز هستش. این کتابخونه‌ها در واقع برای اهداف مختلفی طراحی شده و به عنوان مثال سرعت جاهایی که شما لازم هست که مثلا یک برنامه خیلی سنگینی بنویسید، یک کوئری خیلی پیچیده‌ای داشته باشید، میتونید قسمت‌های مهمی از برنامه‌تون رو با دستورات از جنس کتابخونه نامپای بنویسید که باعث بشه سرعت اجرای برنامه‌تون خیلی بالاتر بره نسبت به بقیه ابزارهای یا زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه. یا همینطور کتابخونه پنداز خیلی امکانات متنوعی داره برای تحلیل داده. و چیزی که مهمه که شما بتونید در واقع این کتابخونه‌های مختلف رو کلا کار کردن باش یاد گرفت، با هم دیگه پیوند بدید و ارتباط بین اینها و استفاده کردن از ابزارهایی که اینا دارن با هم دیگه قدرت خیلی زیادی رو میتونه به شما بده برای تحلیل کردن و باعث میشه که بتونید هر نوع داده‌ای رو بتونید تحلیل کنید. پس من ابتدا و شما میاد کتابخونه‌هایی که مهم هست رو ایمپورت می‌کنید، به اصطلاح لایبرری مهم رو نامپای، پنداز، پنداز ایمپورت رید آندرلاین اکسل. مثلا این یک
ماژولی از کتابخونه یا متدی از کتابخونه پنداس هست، صدها ماژول یا متد در داخلش هست که اسمش هم مشخصش کار میکنه، میاد فایل اکسل رو میخونه و اینو هم نیازی شما ایمپورت بکنید، شما اگه پنداز رو ایمپورت بکنید کافی هستش، مثلا نیازی به اینم نیستش، ولی حالا اینجا اومده. در کل نامپای پنداز برای اون کتابخونه‌ای که زیر مجموعه است کافی هستش. بعدش متپلاتلیب در pplot as plt، این دستور ازم به این خاطر هستش که شما در داخل برنامه موقعی که میخواد کتابخونه نامپای رو به اصطلاح پنداز یا متپلاتلیب رو فراخونی بکنید، چون اسمش طولانی هسته نیاز نیست که کل اون رو بیارید، میتونید از اون کلمه اختصاری به عنوان مثال np مخفف نامپای یا pd مخفف پنداز استفاده کنید برای سهولت برنامه نوشتن. ببینید اینجا نقطه ستاره، موقعی که در واقع در حالت اجرا، از حالت اجرا یه ستاره اونجا ظاهر میشه، نشون میده که این کد در حالت اجرا هستش. بعد اینکه از حالت اجرا خارج شد میاد چه شماره بهش اختصاص میده و این نشون میده که این قسمت اجرا شده الان. و ترتیبش هم در واقع ترتیب بالا و پایین هستش، یعنی اینکه این چیزایی رو سلولای بعدی میشناسه که این قسمت بالا قبلش اجرا شده باشه، اگه متغیر به عنوان مثال شما دارید اون باید قبلش ایجاد شده باشه. خب میرسیم به مرحله بعد. مرحله بعد میخوایم یه دیتایی رو دریافت کنیم از جایی که میخوایم. دستورات متنوعی برای این قسمت وجود داره که شما میتونید تایپ های مختلف دیتا رو مثل اکسل، فایل های جیسون، سی اس وی یا تکس، اینا رو از ورودی دریافت کنید. حالا میتونید دلایل متنوعی داشته باشه، بعضی وقتا هم یه داده تکس شما دارید اومده خلاصه شده تو داده تکس، به خاطر اینکه حجمش کم باشه مثلا سی اس وی رو تبدیل کردید به تکس، حالا اون رو میخواید بخونید یا چیز دیگه. اینجا متدهای مختلفی داره که برش استفاده میشه. ما دستور pd.read_excel داریم که به این شکل هستش، اینجا باید آدرس اون دیتا یا جایی که میخوایم رو بهش بدیم. شما تنها کاری که باید بکنید اینه که بیاید دیتاهاتون رو توی مسیری قرار بدید تو سیستم شما، بعد اینجا آدرسش رو برای دسترسی در اختیار این قسمت قرار بدید. میایم اینجا گفتیم دیتاهامون کجا هستش، در داخل ریسورسه. خب ریسورسامون هم گفتیم گذاشتیم توی داکیومنت. حالا میایم توی این قسمت، این دیتای ما اینجا هستش. ببینید این دیتا میتونه هر جایی باشه، میتونید اینو کپی کنید بذارید توی یه پوشه دیگه یا داخل درایواتون بذارید، خب بعد آدرس رو بهش بدید، تفاوتی نمیکنه. ممکنه دیتا خیلی سنگین داشته باشید ولی لزوما نتونید اینجا بذارید، میتونید توی درایو دیتون یا درایو ایتون یا هر جای دیگه تو سیستمتون بذارید و به همین شکل بهش آدرس بدید. میام اینجا این آدرس رو اینجا رو کنترل سی میزنیم، میام داخل برنامه و این قسمت رو کنترل وی پیست میکنیم. فقط تنها چیزی که لازم هست این اسلشه باید دبل بشه، اینو نیاز هست که دبل کنید. ببینید دبلش رو میکنم اینا رو. بسیار، این موقع که اینجوری اجرا میشه و بعد هیچ خطری نمیده، یعنی برنامه اجرا شده و دیتا رو دریافت کرد. اولین چیزی که همیشه لازم هست موقعی که شروع میکنیم به تحلیل داده ها اینه که یه بررسی انجام بدیم در ارتباط با داده که دریافت کردیم. به حساب به این مرحله میگن Data Preparation، که آماده سازی داده هستش که شما دیتا رو از ورودی میگیرید و یا دیتا رو کلین میکنید برای سری محاسبات. ما الان تو این فاز تحلیل داده هستیم، میخوایم که دیتا رو در واقع آماده کنیم و کلینش کنیم برای تحلیلی که میخوایم انجام بدیم. از یه دستوری هست به اسم data.head، اگه اینو بزنید این میاد پنج ردیف اول دیتا رو به شما نشون میده و این همون دیتای اکسل ما هستش که اینجا ما در واقع شما نشون دادیم که میاد پنج ردیف اول دیتا رو به ما نشون میده به این شکل. و اگر اینجا هم اگه مثلا 10 بذارید میاد 10 ردیف اول میده، یا اگر 20 بذارید 20 اول. یک متد دیگه هم متد تیل هستش که اگر تیل بذارم اینجا شیفت اینتر میاد پنج ردیف آخر دیتا رو به ما نشون میده. حالا اگر اینو 10 بذارم میاد 10 تای آخر به ما نشون میده، 10 تای آخر دیتای خودمون رو. ببینید موقعی که یه فایل رو میخونیم با دستور pd اون تبدیل میشه، حالا هر فایلی میتونه باشه، گفتیم csv باشه، تکس باشه، اکسل باشه، فایل دیگه،
اون تبدیل میشه به دیتا فریم. دیتا فریم در واقع یک مدل شبیه مدل رابطه ای هست، جدولی که سطر رو ستون داره، مثل همین در واقع مدلی که در داخل اکسل هستش. به اینا میگن ردیف. ردیف، به هر ردیف میگن یک رکورد، به هر کدوم از اینا میگن یک کلومز، به کلومز میگن یا مثلا فیلد میگن. و کلا داده ها به صورت سطر و ستونی وارد محیط برنامه‌نویسی ما میشه. که حالا این داده ها اینجوری وارد شد، شما بعد امکانات و ابزارهای متفاوتی دارید برای اینکه این داده ها رو باش کار کنید و اونا رو تحلیلش کنید. خب میریم مرحله به مرحله این کار رو انجام میدیم. حالا چیزهای بیشتری هست که در طول مسیر با هم یاد میگیریم، یعنی به هر قسمتی که میرسیم سعی میکنیم که اون مواردش رو بهش بپرزیم و بگیم. ما میخوایم ببینیم که دیتا فریم ما یا دیتای ما در واقع چه تعداد ستون داره، چه ستونهایی داره، چه فیچرهایی داره. به اصطلاح شیفت اینتر رو میزنم و اینجا لیست این ستونها رو بهمون میده برای اینکه آشنایی پیدا کنی با دیتای ما. همون ستونهایی هستش که اینجا دیدیم، یعنی اوردر آیدی و چنل و سنتایپ، یعنی اولین ردیف اکسل که اسم ستونهای ما هستن، ستونهای داده ما اینجا قرار میگیره. حالا بعداً تو کوئریمو اگه بخوایم از این استفاده کنیم دیگه نیاز نیست اینو بنویسیم، میتونیم به عنوان مثال این قسمت ها رو بگیریم، کنترل سی بذاریم بیایم اونجا، کنترل وی و ازش استفاده کنیم. میریم مرحله بعدی. ما یه کوئری اینجا داریم که میخوایم بیایم یه کاری بکنیم. ما میخوایم که محتوای یه دونه ستون رو تغییر بدیم. خب یعنی مقادیر یک ستون رو تو کل دیتای ما تغییر بدیم، یعنی هر چی تو این ستون مثلا پیمنت تایپ قرار گرفته به جای ولیوی این، یا هر چیزی توی هر ستونی قرار گرفته. به عنوان مثال اینجا میخوام به جای 7 تا یه اسم دیگه بذاریم، مثلا به جای 2 12 که مربوط به ستون ماه هستش. خب این اومدیم چیکار کردیم اینجا؟ گفتیم که بیا با دستور data.loc، ببین نحوش اینطوری، data.loc یک براکت باز میشه، بعد داخلش میگیم data، اسم data frame، این اسم data frame، با متد لوک داریم کار میکنیم، بعد یه دونه براکت باز میکنیم، بعد میگیم دیتا دات اون ستونی که میخوایم. اینجا ما ستون دیت مانف رو میخوایم، میتونه هر ستون دیگه باشه، میتونه دیسکانت باشه، سنت تایپ باشه یا هر چیز دیگه، ما ستون دیت مانف رو میخوایم. میگیم که دیت مانف مساوی با 1، بعد یه دونه ویرگول میذاریم، بعد دوباره اسم ستونه یعنی همون دیت مانس، میگیم چیکارش کن؟ مساوی با این مقدار قرار بده، یعنی بیاد مقدار 1 رو توی ستون دیت مانس، از این بعد هر جا 1 دیدی اونو بذار فروردین. خب بعد دوباره همین کار رو تکرار میکنیم برای بعدی، هر جا 2 دیدی اونو بذار اردیبهشت، هر جا 3 دیدی اونو بذار خرداد. این دلیلش اینه که ما مثلا تو دیتا که به ما دادن مقادیر توش عددی ذخیره شده و حالا ما میخوایم اینو تبدیلش کنیم به ماه مربوطه، که موقعی که تحلیل بیشتری انجام میدیم جلوتر دیگه اسم عدده نیاد، اسم ماه بیاد که قابل سنس تر باشه به اصطلاح. و چیزی که مهمه، باید سعی کنید دیتاتون رو در واقع یه جوری معنیدار کنید برای خودتون و برای کسایی که میخوان اون دیتا رو برای اون تحلیل کنید، باید یه ذره دیتا معنیدار باشه. حالا و اینکه لزومی نداره دنبال یه سولوشن کاملی باشید، متوجه، یا سولوشن بهینه‌ای باشید، چون شما بر اساس اون زمانی که دارید این فرصت رو نخواهید داشت که یک راه حل خیلی کاملی رو یا پرفکت یا بهینه‌ای رو ارائه بدید. این در طول زمان و تجربه است که باعث میشه که راه حل های شما بهینه تر بشه. شما در ابتدا سعی کنید که زیاد توقعی از خودتون نداشته باشید، کم کم برید جلو این قضیه بهتر میشه و رشد پیدا میکنه. پس در ابتدا اصلا خودتون اذیت نکنید. خب من اسم موها رو اینجا قرار دادم و یه پیشوندی گذاشتم اینجا از A تا مثلا پیشوند ای و اینا. این دلیلش اینه که بعد موقعی که میخوایم دیتا رو خروجیش رو مرتب کنیم، این که اگه فارسی اینجا بنویسیم که هیچی، ما میخوایم که یه ترتیب بذاره برای ماهای ما، چون دیتا های ما طوری که اینجا ذخیره شده که مثلا یه قسمتش مربوط به یه ساله، یه قسمتش مربوط به سال بعده، یعنی ماهای سال مثلا 99 و 400. به خاطر همین اومدیم مثلا گفتیم که از مهر 98 شروع شده، گذاشتیم A، بعد B, C, D, E, F، بعد اومدیم اینجا، خب G, H, I, J، همینطوری رفتیم M, N, O، اینا برای 99 هستش. خب برای اینکه این ترتیب حفظ بشه اومدیم یه پیشوند بهش اضافه کردیم. این پیشونده بعدا توی خروجی که موقعی که میخوام خروجی متبلاتی رو برای شما به شما نمایش بدم، اونجا بهتون میگم که دلیل این کار چی هست. پس ما با این کار میایم اسم یک
مقدار یک ستون رو به اون چیزی که میخوایم تغییر بدیم. حالا اینو ما هدفمون که اسم ماها رو تبدیل کنیم به یک مقدار رشته‌ای. حالا شما میتونید هر ستون دیگه‌ای باشه، میتونید به عنوان مثال یه ستون دیگر هم خودتون الان امتحان کنید، مثلا بیاید به جای پی پینک قرار بدید چیز دیگه، یا به جای این پسته یعنی ست تاپ اونجا بذارید، یعنی تمام چیزی کاری که باید شروع بکنید، این که بقیه کد همه ثابت هستش، فقط دیت مانس باید تغییر کنه، مقداری که میخواین و اینجا هم اون مقدار بعدی و اینم تغییر میکنه، یعنی اون ساختار کد یکسانه، فقط شما باید این مقادیرشو تغییر بدید، مقادیری که میخواین، حالا بستگی به اون تحلیلی که دارید بخواید روی این دیتا انجام بدید، بستگی به اون هدف شما داره برای اینکه اون تحلیل رو انجام بدید. اینو میاد مشخص میکنید و بعد میاد شروع میکنید به در واقع تحلیل کردن داده‌تون. خب من این قسمت رو اجرا میکنم. حالا میام اینجا دیتا دات هدو میزنم ببینم که تغییرات انجام شده یا نه. خب همونطور که مشاهده میکنید توی قسمت ماف ما الان ماف ما به جای قبلا که اینجا 7 بود، خب توی این دیتا الان 7 تبدیل شده به مهر 98. گفتیم که این ردیف دیتا مونه دیگه، این ردیف دیتای ما هر کدوم از اینا یه اوردره، درسته؟ این اوردر الان مربوط به چه ماهیه؟ ماه 7 که ماه مهر هستش. ما اینجا اومدیم اسم این عدد رو تبدیل کردیم به اون ماهی که مورد نظر هست. خب گفتم که اگه بخوایم این کدام که استفاده کنید، یه کنترل سی میزنم میاد پایین تر و اینجا میتونید کنترل وی بذارید. اینا رو بیاید به عنوان مثال این رو بذارید دیسکاونت مثلا کنترل سی و حالا بذارید اینجا، اینجا هم بذارید دیسکاونت کنترل وی، اینو از جایی که صفره مثلا بذارش 1 شیفت اینتر باید 0 بذارم من. ببینید جایی که 0 هست دیسکانت رو میاد تبدیلش میکنه به 1. حالا میگم میتونید این رو برای کار دیگه استفاده کنید، یعنی که هر کاری برای هر ستون دیگه میتونید استفاده کنید ازش. خب بیایم مرحله بعد. مرحله بعد مرحله هستش که اینجا در واقع میخوایم که ما توی فایل اکسلی که داریم، این فایل اکسله، چیزی که پایتون این رو میخونه ببینید به این شکله. پایتون داره اینجا ببینید الان شما همونطور که مشاهده میکنید، ببینید تیل اینا اگر 10 بذارم، خب ببینید که همونطور که مشاهده میکنید بعضی از ردیف ها اینجا چیه؟ همش نال، در واقع ناتنی زده. خب به عنوان مثال اینو نگاه کنید، 3 اومده اینجا، بعد اینجا خالیه، بعد همینطوری ادامه پیدا کرده. این دلیلش چیه؟ دلیلش order ID، مثلا برای این order ID دو تا ردیف پایینش خالیه، بعد میریم order ID بعدی همینطوری ادامه پیدا میکنه، اگه قبلش هم بریم همچیزی پیدا میکنیم. چرا؟ توی اکسل بذار بهتون نشون بدم. ببینید این یه خونه اکسل هستش که اینجا عددا با هم دیگه مرج شده به اصطلاح. خب این چیزی که پایتون میخونه میاد اینا رو چیکار میکنه؟ اینا رو ردیف به ردیف اینجوری میخونه. پایتون اینطوری میخونه اینا رو. موقعی که اینجا مرج شده هست، اینه که مرج شده اونور نمیکنه که. اینو ردیف به ردیف میخونه. بعد شما اولی ردیف که اینجا هست، بقیه زیرش همه ناله. خب بعد به همین ترتیب بعدی زیرش نال میشه و به همین ترتیب اینم همینطور. و حالا اگه پیدا کنیم اینجا به عنوان مثال اینا، اینم همینطوره و بعضی داده ها مثلا اینم همینطوره. موقعی که پایتون اینو میخونه، این ردیفه که این کلا مربوط به یه دونه اوردر هستش دیگه، خب این میاد چیکار میکنه؟ این میاد تو ردیف بالا قرار میگیره، این اوردر شماره 3554 میاد تو این بالایی قرار میگیره اینجا و بقیه این زیرش همش تا اینجا نال میشه. خب برای بعدی هم همین اتفاق میفته، یعنی این میاد اینجا قرار میگیره و این زیرش تا اینجا نال میشه که مربوط به این اوردر هستش، و برای بعدی هم همینطور میاد این زیرش همش نال میشه. حالا تو پایتون ما موقعی که میخوایم اینا رو از بین ببریم، چون اونا اطلاعاتی به ما نمیدن، ما برای اینکه اینا رو حذف کنیم از یه دستور استفاده میکنیم، میگیم بیا data.orderid.notNA اون ردیف هایی رو به ما بده که order IDش، یعنی این ردیف هایی رو به ما بده، ردیف هایی رو اینجا که order IDش
ناتنی نیستش، یعنی خالی نیستش، جای اینجا خالیه مثلا، این کلا میاد این ردیفا رو حذف میکنه، یا اینجا اینو میاره بالا مثلا این ردیفا رو میاد حذف میکنه، این ردیفا میاد بالا، این باید بیاد اینجا، میاد این بالا، یا بعدی این ردیفا رو حذف میکنه، چون اونا نیازی بهش نداریم در داخل دیتا فریم ما، ولی چون به صورت اکسل خوندیم این رو در واقع به نشون داده. خب اینم یک چالشی هستش که شما موقعی که ابتدا بخواد داده رو تحلیل کنید ببینید که با این ردیفا رو چجوری باید حذف کنید، چون بر اساس اوردرایزی دارم این کارو میکنم. اگر بر اساس ستون دیگه این کارو بکنید، ممکنه مثلا بر اساس این ستون بیاد این کارو بکنید، یعنی پرایس 2 اگه این کارو بکنید میاد اوردرا رو حذف میکنه، چون اینجا مقدار خالی هستش، بعد میاد چیکار میکنه، این مثلا این اوردر رو همه رو حذف میکنه، اوردر این یکی، این یکی، این یکی رو حذف میکنه، یا بر اساس یه ستون دیگه، چون اوردر برای ما مهم هستش، چون هر اوردر اطلاعاتش روبروش هست، ما میایم میگیم ردیف هایی رو برای ما حذف کن که اوردرش مقدار خالی باشه، چون اوردر برای ما مهمه، چون اگه اوردر باشه بقیه اطلاعات هست، ولی اگه بقیه اطلاعات باشه اینا دیگه اینجا تکرار میشه، اگه بقیه اطلاعات باشه اوردر دیگه نیست. اینو خودتون هم میتونید الان بررسی کنید متوجه میشید. خب حالا شیفت اینتر رو میزنم، حالا اگه دوباره همین رو اجرا کنم ببینید تمام اون قسمت هایی که اوردر ادیشن نال هست ببینید از بین رفته و اون ستون های خالی، ردیف های خالی جدول که وارد دیتا فریم شده همه این ردیف ها هست شده. این در واقع یه جور به اصطلاح میگن میسینگ ولی، کنترل داده های مقادیر از دست رفته. البته اینجا نمیشه بهش گفت میسینگ ولی، این داده ها کلا اصلا خالی بود و باعث آنومالی میشه توی کوئری هایی که میخوایم بنویسیم. به همین دلیل میایم بر اساس اون فیلدی که مهم هست اینا رو حذفش میکنیم.